کبر و غرور از بیماری های قلب است. خود را تعریف کردن، تنها فکری من درست گفتن، گریختن از نصیحت، مردم را پس شمردن، به طرف آنها داد زدن، همه اینها بیماری است که به نفس انسان خطرناک است. انسان را به خسارت و هلاک شدن دوچار می کند که این کبر و غرور است. کبر و غرور مردم زیاده را از حق دور کرد، راه را برایشان بست. و مهمترین سبب کبر و غرور این نشناختن الله سبحانه و تعالی و قدر آن و کمی علم درباره اسما و صفات الله سبحانه و تعالی است. حقیقت نفس را نشناختن و عیب و طبیعت آن را ندانستن است و گناهان را فراموش کردن، فخر کردن با نسب، مرتبه و بسیاری مال و ملک است. تعریف و درجه مردم را برداشتن پیش از کمالات علمی و تربیوی. باید بدانیم که تا تمکن گرفتن کبر و غرور به نفس به صاحبش بدی ها و ضررها می آرد. از جمله آن محروم شدن از توفیق و هدایت. و هدایت قلب انسان را اصلاح کرده در آن سعی کوشش را پیدا می کند. همچنانه که الله سبحانه و تعالی فرمود و آنان را که در راه ما جهاد کردن البته براهای خود دلالت میکنیم. سوره عنکبوت آیه 69. تنبلی و سستی کردن در کار انسان را به فکرهای می آرد که گویا آخری کارش باشد. کبر و غرور از بیماری های قلب است. گریختن مردم از چنین انسان و بد دیدن آن. تغییر یافتن انسان در وقت سختی ها که شخص غروردار در این وقت از تعریف خود باز می ایستد. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفت ترس از پروردگار علمی است که آن بسنده است و فریب الله جهلی است که آن بسنده است. الله سبحانه و تعالی از وصیت های لقمان حکیم که به فرزندش کرده بود چنین فرمود و رخساره خود را از مردم متاب، یعنی به تکبر رو متاب و در زمین با ناز و بالیده راه مرو. به درستی که الله تعالی هر نازنده خود ستاینده را دوست نمی دارد. سوره لقمان آیه 18.